با سلام و درود فروان به شما بینندگان عزیز، انشالله که خوب خوش. بله دیگه، این روزا هیچ چیزی بالاتر از سلامتی نیست. هر جا که میریم فقط صحبت راجع به سلامتی، البته میگیم ولی خب کیه که گوش کنه. مثل اینکه فکر کنم باید بگیم که انشالله که همه ما میریم به دکتر و گوشامون رو نشون میدیم، شاید هممون گوشامون گرفته، گوشامون باز شه و گوش بدیم که آقا این کرونا خیلی خطرناکه، یه ذره باید بیشتر مراقب باشیم. پلیز، خواهش میکنیم، دیگه نمیدونم به چه زبانی باید گفت، ماسکاتونو بزنید، دستاتونو بشورید، مراقب این کرونای بی همه چیز باشید. موضوع در این هستش که اول از همه درباره صدای خودم صحبت بکنم که این مسئله مهمیه، چون همه دوستانی که اطرافیان من هستن از صدای من دی خورده سوال میکنن. من سالی یه بار یا گاهی وقتا سالی دو بار این لارنژیت میگیری؟ نه خیلی اسمش لارنژیت نیستش، این بهش میگن پست نیزال دریپ. بله، شما از طرف این دیگری یه نوع آلرژی هستش داخل میریزه. بله، بله. به خاطر همین صدا رو این کار باش میکنه. خب اگه زیادی بریزه یه وقت آدم سکسی تر میشه، خفه میشه. بله، حالا ببینیم اثر شما چه اتفاقی میفته. من ندارم چه اتفاقی میفته، ولی کلن اینه که صحبت سر خیلی از میدی کوچلا در آمریکا کنسل شد، این کنسرت های کوچلا. بله. در کالیفرنیا کنسل شد. صحبت سر نزدش که الان اگر کالیفرنیا هنوز هیچ صحبت از کلوز آد یا بسته شدن نمی کنه، به خاطر مسئله ازش که برای استاندار کالیفرنیاست و ریکال ایشونه که تا چند روز آینده مشخص میشه در ماه سپتامبر، و بعد از اینکه مشخص شد و ایشون اگر ماندگار شد مطمئنن میگن ایشون هم در حال میبنده. چرا؟ به خاطر اینکه خب همونطور که شما گفتید کرونا بسیار زیاد شده و این فرم جدیدش یا دلتا، اگر جایی نیاز نیست برید نرید، اگر بله. دریدی نداره برید نرید. خب البته خب تو خونتون بمونید. تلویزیون داشتن اعلان میکردن که به خاطر اینکه تصمیم گرفتن که واکسن سوم زده بشه، بوستر، بله، و گفتن که فکر میکنن که در سال 2022 یه مقداری همه چی کمتر خواهد شد. البته اینا همه حرفه، هیچ چیزی معلوم نیست. حالا اگر یه چیز دلتا اومده یه چیز دیگه بیاد که انشالله نیاد، انشالله که بتونن یک واکسنی پیدا کنن که همه چی از بین بره. ما که هر روز داریم دعا میکنیم، بالاخره همه در حال این هستن که یه چیزی کشف کنن که این رو از بین ببرن. یادتون باشه من و علیرضا داشتیم یک فیلمی رو نگاه میکردیم که در مورد این صحبت میکردن که هر 100 سال یک ویروسی آمده کره زمین رو به خطر انداخته. بله، هر 100 سالی آمده دیگه. اول در فرانسه بوده، بعد نمیدونم اومده این هی میگفتن چرا هر 100 سال این از 1720 که ما میدونیم شروع شده. بله، یکیش 1720 بوده، 1820، 1920، بعدم 2020 اومده. بله، بعد میگفتن که چرا باید هر 100 سال این مسئله پیش بیاد؟ علیرضا گفت ممکنه خب این وسط هم یه ویروسای اومده که ما نمیدونیم. 100%. ولی این ویروسایی که میگن 100 سال کشنده ترین ها بوده بله. که گفتن هر 100 سال اومده. و خب این هر کدوم هم که اومده معمولا 10 سال طول کشیده که تا تونستن از بین ببرن، یا براش واکسنی پیدا کردن که بتونن از بین ببرنش. امیدواریم که خب میدونیم که علم هر روز داره پیشرفت میکنه. الان ما در سال 2020 هستیم. اون موقع شاید اگر 10 سال طول میکشیده که برای وبا چیزی پیدا کردن، ممکنه امروز روز اون 10 ساله شاید 3 سال یا 2 سال طول بکشه تا براش چیزی پیدا کنن تا بتونن این ویروس رو از بین ببرن. و ما واقعا دعا میکنیم که یه همچین چیزی پیدا بشه که بتونن این مسئله رو درست کنن. اینو خدمتتون بگم، خجالت نکشید برای زدن ماسک. من مثلا دوستان میبینم که برنامه هایی میبینن یا مهمونی های دور هم هستن، بعد این عکس های هیئتی با هم دیگه میگیرن، دست به گردن و آویزون با هم دیگه،
ایرادی نداره که شما دوتا آمپول زدید یا دوتا واکسن زدید، اصلا ربطی به این نداره، ربطی به این نداره. من متاسفانه یکی از آشنایان غیر ایرانی که میشناختم دوتا واکسنش رو زده بود، کرونا هم گرفته بود، ولی متاسفانه روز دوشنبه به خاطر بیماری کرونا از دنیا رفت. ایشون 56 سالش بود و به خاطر کرونا از بین رفت و ایشون یکی از مدیران این ورزشگاه توتال وومن بود. واو. بله، در سن 56 سالگی ایشون بعد از دو تا آمپولی که زده بود، بعد از اینکه کرونا هم گرفته بود، ولی متاسفانه این علی هیچ ناراحتی مریضی به خصوص نداره، چون یه جوری میگن که مریضی هم نداشته، هیچ هم نداشته. ورزشکار میگم تو توتال وومن. خب آره، ولی ممکنه یکی مثال حالا دارم من این سوالو میکنم فقط به خاطر اینکه بله. بینندگان عزیز بیشتر در مورد این بدونن. خب بعضیا مثلا این واکسن رو زدن ولی خب ناراحتی کلیه دارن، ناراحتی قلبی دارن، ناراحتی قند دارن، میدونن این مشکلی نداشته. بله، اتفاقا من این مسئله رو با آقای دکتر کارندیشم صحبت کردم و ایشون هم همین مسئله رو عنوان کرد. اصلا مشخص نیست و حالا یک صحبت کلی تر در رابطه با این اتفاقات با دکتر کارندیش عزیز داریم که به لس آنجلس دیگه ایشون نقل مکان کردن و میتونیم با هم دیگه این برنامه های بیشتری رو با ایشون داشته باشیم. ولی من یه تصویری دیدم در متروی ایران که چند تا خانوم دارن با هم دیگه زد و خورد میکنن. چرا؟ بخواد که یه خانومی ماسک نزده و اینو با هم دیگه دارن تو مترو و یکی دو بر وقتی صحبت بکنن. نگاه کنین اول با هم دیگه. ببین این دختر خانم چی میگه؟ کار درستی نیست تا لگد بزنی اونو از این حرفا. نه بله، زدن با خشونت چیزه بکنه. اصلا کار درستی نیستش. میگه من 20 روز بیمارستان بودم به خاطر آدم های مثل تویی که ماسک نزدن. شما هم میریم بیرون، درسته لباس شب میپوشید، لباس فاخر میپوشید، چندین قلم آرایش میکنید، اما این ماسک رو بزنید. واقعا بهتون میگم این ماسک رو بزنید. به این اتکا نکنید که خب من که واکسنمو زدم، من که این کار رو کردم، یا خب آخو زندگی بون پس چی میشه؟ این مسئله شوخی برداری نیستش، بله. مسئله خطرناکیه. بله، ما فکر نکنیم که این مسئله تمام شد. من خودم هر روز تلویزیون که نگاه میکنم از ساعت یه وقت 6 صبح پامشم، یه وقت 7 صبح CNN نگاه میکنم، تلویزیون معمولی نگاه میکنم، ببینین هر روز در مورد این مسئله صحبت میکنن، هر روز به مردم یادآوری میکنن، هر روز میگن مراقب بچهاتون باشید، مراقب خودتون باشید، تو رو خدا اگه واکسن نزدید بیایید برید واکسن بزنید، چون خیلی ها هستن که مسئله دارن با زدن واکسن. خب این مسئله رو هم باز دوباره دربارش صحبت میکنم. خیلی ها میخواستن ببینن که FDA که همون Food Drug Administration هستش در آمریکا، آیا این واکسن ها رو اپروف میکنه یا نمیکنه. دو روز پیش آقای بایدن اومدن گفتن شماهایی که نگران FDA بودید، خب امروز با خیال راحت دیگه میتونید برید. چرا؟ بخاطر اینکه سازمان FDA
این مسئله رو اوکی کرده، اپروف کرده و شما هم تاییدیه اون رو دارید و میتونید بیرید. خیلی مسئله داشتن با این مسئله ولی الان امروز روز میبینیم که اونهایی که واکسن نزدن دیگه شروع کردن رفتن و واکسن رو دارن به خاطر واکسن هم. بله یعنی هر روز این ماسک رو از صورت برنداره. بله هر روز در این مسئله در مورد ماسک در مورد واکسن دارن صحبت میکنن، در این مورد که اگر جایی میرید سعی کنید مراقب باشید به خاطر اینی که یا تو بازم اگه خرید میکنید، خرید خونه میکنید، خیلی ها یادشون رفته دوباره برگردید به گذشته، باز دوباره با این دستمال های کلوراکس تمیزش بکنید. بله. دوباره سرفس یا روی اینها رو تمیز کنید، بشورید به گفته شما، با سرکه یه قاشق سرکه توی سبزی خوردناتون بریزید، یه ذره بذارید 5 دقیقه بمونه، بعد میوه‌ها هم همینجور، یعنی هنوز بعد اون ضد عفونی وجود داشته باشه. هنوز میرید خونه دست من درباره دارم درباره کسایی صحبت می‌کنم که در آمریکا و اروپا زندگی می‌کنن. بله. ایران که اصلا 100 برابر بعد محتاط‌تر باشید. نه اینجا هم به خاطر اینکه اعلام کردن که متاسفانه خیلی از بیمارستان‌ها مریض هایی هستند که این ویروس رو گرفتن، برای همین نگرانی شروع شده. بله. چون مردم یه ذره این رو ایزی گرفتن و دوباره این ویروس اومده، اینا هم خب وحشت و نگرانی بله. و گرما بله. نه به خاطر که علی جان وقتی مردم میرن دم بیش، وقتی مردم میرن دم استخرها دیگه سعی این ماسکا نمیزنن، خب این ویروس رو میگیرن. نه خیلی فکر کردن که گرما این ویروس رو از بین میبره. نه. ما اینو شاهد بودیم تا سال گذشته که همش اتفاقی نیفتاد. نه. برای همین حواستون باشه، بیشتر از این درباره صحبت نمیکنیم. جایی نیاز نیست برید، اگر نیازی ندارید نرید، این مهمه. بله دیگه آره. مراقب باشید دیگه. خب الان البته آقای منکی، آقای نمکی البته حلالیت طلبیدن، وزیر محترم بهداشت ما، و ایشون برگشتن گفتن که من حلالیت می طلبم و خداحافظی کردن رفتن. البته قبلش هم گفته بودن که کشورهای دیگه در تعجب هستن از نوع کنترل کرونایی که ما کردیم. در من کجا؟ نفهمیدم، اینو نمیفهم. مثل همونی که گفتن یه کشور برقش با هم رفته بوده. آره. این دولت دوازم دولت باحالی بوده، چون این دفعه برق مثلا یه کشور برقش میره یا همه میان از ما میخوان یاد میگن آقا این واکسنتون رو به ما هم بدید ما هم استفاده کنیم. ولی خب به هر صورت آره به هر صورت نامه پزشکان رفته، انشالله که در رابطه با این 6000 پزشک امضا کردن برای واکسن فایزر و مدرنا که از آقای خامنه‌ای درخواست کردن که اجازه بده که این واکسن ها وارد ایران بشه. بله متاسفانه خبرهایی که از ایران میشنویم و کسایی که از بین میرن به خاطر اینکه واکسن نیست، به خاطر واکسن های اشتباه و به خاطر متاسفانه واکسن های دروغی که بله. به مردم فروخته بله. شده، زده شده و مردم جان خودشون از دست دادن. آخه چطور میتونید همچین کاری بکنید در این موقعیت؟ آره البته الان ما کشورمون مسائل مهمتری رو داره که باید بهش بپردازه تا کرونا و این چیزها. یعنی چی؟ نشدیدی؟ اصلا دیگه از کرونا مهمتر در دنیا الان مهمترین چیز؟ نه مال ما اینجور نیست. یعنی ما از اون خانواده‌هاش نیستیم. ما پس از کدوم خانواده؟ ما از اون خانواده‌هاش هستیم که الان ببینیم مهمترین اتفاق این سریال زخم کاریه و نه تازه خود سریال. ها؟ لخ شدن سید جواد هاشمی. یعنی چون چی؟ یعنی ایشون چون لباسشو مثلا پیرنشو در آورده همه گفتن دیگه نعوذ بالله دیگه چه اتفاق بزرگی میتونه باشه دیگه. واقعا یکی نوشته بود بعد از لخ شدن سید جواد دیگه من هر چیز اتفاقی بیفته رو بهش قبول میکنم دیگه. حالا این که مثلا خب آقای سید جواد هاشمی اونایی که نمیشناسن یا در برنامه ایرانی نگاه نمیکنن یا سریال نگاه نمیکنن، ایشون اکثر فیلمایی که بازی کردن یا نقش مثلا سربازو داشتن یا نقش بسیجی داشتن یا نقش جبهه رفت که سرباز جبهه رو داشتن و این نقش های این صورت رو بازی میکردن، خب خیلی هم باشون آشنایی دارن، خیلی هم محبوبیت دارن. بله هنرمند بسیار خوبی هست. بعد
خب توی یه قسمت از این سریال ایشون توی سونا بوده، پیرنش در آورده. خب در آورده. آره نمیشده اونجا کت سربازی تنش بکنه. آره برای همه پیرنش در آورده. یعنی واقعیتش ما خیلی باید بیکار باشیم که برامون تعجب آوره که بگن حالا سید جواد هاشمی پیرنش در آورده. خب حالا چی در آورده باشه؟ بابا این همه ما سریال ببینیم، ماها یه خورده تو ساختن فیلم و تو این مسائل عقب هستیم. هفته پیش صحبت کردم با در رابطه با تصاویری که اینا مجبور کارگردان بگیره، یا میگفتن که یه کسی از این دوستان ما نوشته بودش که حتما یه کارگردان از سید جواد یه فیلم بدتر داشته که بهش گفته اگر که میخوای این فیلمو در نیادش مثلا بیا این لباس در بیار اینو بازی کن. فقط بخاطر اینکه بروزش در آورده و طوری هم که نشسته اتفاقا خوب خودشو کاور کرده اتفاقا، چون مثلا سینه و اینا مشخص نیست به صورت. فقط برام که ماشاءالله اینا همشون دیدم از جواد عزتی گرفته سال اینا ماشاءالله همشون یه زیرپوش مشکی دنشون هست. حالا مال سر جواد خاکستری بود البته، آره فلفل نمکی بود همچین، ولی خب اینا همشون ماشاءالله یه زیر پیرنی دنشون داره. رفتم یه دفعه توی یه دونه همین سونه ها یه آقایی هم اومد بغل دستم، سرش خلوت بود ولی ماشاءالله از اینجا از اینجا همینطور مشکی رفته بود پایین. بعدن که سونا هم گرم بود اینا فر خورده بود. آره ماشاءالله هم که مریض ها من نگاه کردم آمریکایی هم اومده بود اونجا اونور نشسته بود. آمریکایی بود این چرا با یقه اسکی اومده تو سونا من که بخارم میگیره نگاه کرد خود چرا با یخ اسکی اومده تو سونا نشسته اینجا. ای بابا. بعد نگاه کردم گفتم آقا رضا اسمش آقا رضا بود. گفتم آقا رضا این فامیلش که نگفتیم که. گفتم آقا رضا پیرن اسکی دارم پوشیدی اومدی یا گفتم این یکم مریضه. گفتم که این تیشرت ها رو کجا میفروشن؟ به خدا ماشاءالله خیلی هم بچه بعضی از آدم بدنشون خدا بیامرزه فرزین عزیز هنرمند گرامی بلد. یه بار همین اتفاق افتاد، رفتیم لب دریا فیلم برداری آهنگ یه معشوقه میخواستم، بعد گرمش شدهش پیرن رو در آورد، بعد ما دور داد میزدیم اون یکی پیرن هم در بیا. در صورت سعی کنید یه مقداری ببخشید صده من امروز این حساسیت تازه داقای دکتر به من گفته اصلا حرف نزن امروز به جون تو، گفت اصلا حرف نزن. گفتم آخه جلو دور بیریم پنج شنبه است باید چیکار کنم؟ گفت حرف نزن. لارنجیت خیلی مریضی خوبه. لارنجیت نیستش. بعضی تو بگیری نه بعضی ها دعا میکنن که زن و شوهر ها بیشتر به هم که زناشون یا شوهراشون لارنجیت بگیرن. خدا رو شکرش خوبه. بسات سعی کنید که یه مقداری تو رو خدا ایراد کمتر بگیرید، یه ذره زندگی رو راحت تر نگاه کنید. این زن و شوهر رو گفتی یاد یه داستان افتادم. داستان ازش که خانوما همش دنبال این هستن که نقش کولومبو نقش نمیدونم شرلوک هومز اینا رو بازی کنن، هی به این خطهای چیزی بکشن بیرون که دنبال آره یه سوژه هستن. یه آقا هر دیدم خیلی دمش گرم بود، آقا میره بار سرش خانمش رو مبل خوابیده، میاد میگه که داره چیز میکنه که میگه زنم تو اتاق حواست باشه سر صدا نکنی در رو میبنده و بعد شروع کنه دست خودش رو ماچ کردن. یعنی میخواد به خانمه فکر کنه که یکی زن رو آورده تو اتاق. نگاه کنی Vas-y dépêche-toi. Mais t'inquiète, elle va pas nous entendre. این
این میگه این آقاها خب این کارا رو میکنن دیگه. صورت این خانم رو نگاه میکنی ها، این خانمای شکاکن. من اصلا نمیدونم برای چی با شکاک از جاش چطوری برنش پریده چطوری داره نگاه میکنه. آخه آقایون اصولا یک کارایی میکنن که خانما این کارا رو بکنن. حالا بعضی از آقایون یه مثلا میخوان یه با عشق یه کارایی رو نشون بدن، مثلا میان عشقم نشون میدن ولی آخرش این عشق رو خراب میکنن. میدونین مثلا میان گل میریزن از دم در، همینطور گل میریزن برای خانم، گل گل زنه میاد عشق رو میبینه میبینه بعد آخرش نبکنه. ظرفای نشسته رو براش گذاشته، گل ریخته، یعنی به ظرفا رو بشون. ببین این کارا رو میکنید شماها، وگرنه خانومایش ایرادی نمیگیرن. مثلا تو حساب خانی خانمی وارد ماشین میشه، حالا ماشین میاد تو ماشین بوی عطر میاد تو ماشین. ببین چه کار میکنه یه خانومی وقتی که وارد یه ماشین میشه و بوی عطر یه زنی اونجا باشه بوده و یا اینکه سر صورت آقایون بوشو بده. کیمین پارفومی بو؟ کیم سنگی برکت؟ بینیم پارفوم کوکوم دیگو. آگاچ پارفومی؟ هایر کیمین پارفومی بو؟ آگاچ پارفومی؟ کیمین سوکتوم آرابایا؟ خب من نمیفهمم. طبیعیه؟ ببین من به نظر من این طبیعی بوده، هر چیزی در قفس گذاشتن بده. آها درسته. وقتی تو قفس باشه آدم میل به پرواز داره، وقتی در قفس نباشی چه میل به پرواز نداری. بله برای چی؟ شما اگر اطمینان نداری که اصلا من نمیفهم اون چه زندگیه. آفرین. اطمینان داشتن در زندگی زناشویی اولین چیز، مهمترین چیز اینه که دو نفر با هم دوست باشن. اول باید دوست باشی با هم، همدیگر رو باور داشته باشی. دوست دختر دوست پسر چی؟ دوست دختر باید اطمینان داشتی به همدیگر. چه دوست دختر پسری؟ بالاخره دوست دختر پسر اول به هم اطمینان دارن، دوستن، همدیگر رو دوست دارن، عاشق همدیگر میشن، بعد هم ازدواج میکنن. رایت؟ همدیگر دوست دارن؟ اول دوستن، دوستن به هم اطمینان میکنن که با هم دوستن دوست میرن بیرون. آه بعد دوست میشن. بعد دوست میشن، بعد یواش یواش عشق به وجود میاد دیگه. آخه سن دوست پسر دیپند چه سنی با هم دوستی. درسته. شما که در سن 18 سالگی با یکی دوست میشی که فوری نمیری باش ازدواج کنی که. بالاخره میری بیرون یه تجربه ای پیدا میکنی، یه هر احساسی در هر سنی فرق میکنه. اخلاقم هم نمیخورد. بابا 18 ساله دیگه اخلاق به هم نمیخورد نداری که. 18 ساله کوچیکه. نه بعد ازدواج بکنه. نه. چه سنی به نظر شما یه آقا بعد ازدواج کنه؟ آقایون دیگه 30, 31, 32. کم نی؟ نه دیگه 30, 31, 32 خوبه دیگه. خانومم دخترم بالای 26. آها. بعد آقای بعد ورزیده باشه، یعنی دنیا دیده باشه قبلش. ورزیده سیر یعنی باشه، یعنی یعنی چی؟ یعنی سیر، یعنی غذاهاشو خورده باشه وقتی دیگه داره ازدواج بکنه، یعنی به خودش رسیده باشه. هر دو طرف باید دنیا دیده باشن. یعنی خانم هم باید خونگرم باشه حتما. خونگرم میمیدونم، یعنی قبلش خونگرم بوده خانم. نه یعنی بالاخره هر دو باید دیتشونو کرده باشن زندگی. بالاخره این باید گرلفرند داشته باشه، اونم بویفرند. بالاخره باید اونطوری. نه پس نه آقای بعد بویفرند داره، گرلفرند داشته باشه. آقای بویفرند داشته باشه. الان اینجوری شده. یه خود داستان لطیف تر از هر دو باید. ببین الان ما یه جای زندگی میکنیم که هر دو در یه سطح هستن،
دختر و پسر عین هم فرقی با هم ندارن. ندارن خیر. هیچ فرقی ندارن. اون موقعی که میگفتن که آقا پسر نمیدونم فرق داره با دختر گذشت. بله. الان سال 2020 داریم زندگی میکنیم. دختر پسر در یه حد هستن. بله. هیچ فرقی با هم ندارن. ندارن. بله پدر مادر که هر دوتاشون طلا. 100%. هر دو جواهر. پدر مادر فرق نمیکنه. هیچ فرقی نداره. آره آره. فرق نمیکنه. ولی برای دیگه داستان دنیای عادی هم الان همین جور شده. این مساوات برابری هست. هست بله. آره. زمانی که اون زمانا وقتی فقط پدر مادرها به خصوص باباها خیلی با افتخار در رابطه با هنرنمایی های پسرها تعریف کنن. نه هنرنمایی ها. ولی عاشق دختراش. آره دختراش که مشخصه. ولی هنرنمایی ها. هنرنمایی نمیدونی؟ نه. یه دختر آشنا شده جدیدن بعد ببینی چه تر ناز و خوش کرده. آره خب راجب دخترش مگه نمیگه؟ نه بگی بایی کردن کلوفتی آشنا شده آه نمیگه چه؟ نه چرا میگه با یه پسری آشنا شده. نه. پسره داره تحصیل میکنه، داره دکتر میشه یا داره مهندس میشه، خانواده خیلی خوبی نه، داره نه. ما چقدر خیلی باید مطمئن باشه، باید خیلی مطمئن باشه که چرا منفی صحبت میکنی؟ من میگه الان دم گلن دیگه ما شوت بزنی تو دروازه ازدواج دارن میکنن، ولی غیر از این باشه اصلا. کجاست؟ دوتا خانم کجا عزیزم؟ کجا داشت دادن؟ دران رفته کتاب خونه اونجا نه درست این حرفا نیست. الان همه خیلی راحت میگه با دوست پسرش رفته بیرون، رفتن سینما، رفتن شام. باری کرده، باری کرده. نه بابا این حرفا دیگه تموم شده. علی دیگه حرف میخوره. اما درباره خود دختر و خانم و خانم ها صحبت کنیم، یه سفر بریم به خانم انجلینا جولی و داستانش تعریف بکنیم. بله خب همه در مورد افغانستان خب میدونید متاسفانه با این و اما افغانستان و اما افغانستان که البته خبری که من پریروز شنیدم افغانستان گفتن که باید در عرض یک هفته تمام امریکایی‌ها و تمام کسایی که میخوان برن بیرون باید در عرض یک هفته برن بیرون، یعنی کسایی که پاس به غیر از افغانی دارن. چون بعضی از افغانی ها پاس مال ترکیه رو دارن، پاس امریکایی دارن، پاس جاهای دیگر رو دارن. گفتن یک هفته بیشتر وقت ندادن که اینا باید برن بیرون. بله. و خب امریکا شدیدن در این چیز هست که همه رو بیاره بیرون، مرتب نشون میده که هواپیماها داره پر میشه. بیشتر اولین کسایی که دارن میارن بیرون کسایی هستن که بچه های کوچیک دارن و چقدر ناراحت کننده است وقتی نشون میده که چطور دارن میارن بیرون. و در مورد خانم ها هم که صحبت کردن، خب میدونید که صحبتی که در مورد خانم ها شده این که آیا تصمیم بگیرن که خانم ها اجازه دارن مدرسه برن، اجازه دارن کار کنن. هنوز تصمیمشون در مورد خانم ها گفته نشده، اما خانم انجلا جولی میدونین که ایشون همیشه واقعا آدم افتخار میکنه وقتی میبینه یک هنرمند وای میسه و همیشه در مورد زنان صحبت میکنه. بله. ایشون یک دونه روسری نه اون روسری مال الان نیست، اون روسری مال ماه جون هستش. بله. زمانی که ایشون به غرب آفریقا سفر کردش و اونجا در رابطه با رفیوجی کمپ ها صحبت کرد، اون به روسری به افغانستان ربطی نداره. ولی این عکسشون رو گذاشته، این عکس گذاشته. گذاشته خودش هم نذاشته، خبرگزاری ها گذاشته. بله. این عکس رو با روسری گذاشتن و ایشون در مورد افغانستان صحبت کرده. ببینید چقدر مهمه که یک هنرمند بیاد در مورد یک کشور دیگه ای صحبت بکنه. خیلی. در مورد آزادی زنان ایشون همیشه آماده است. بله. یعنی آدم واقعا لذت میبره. یه چیز جالبی داره در انجلینا جولی من عنوان بکنم خدمتتون، اونم این هستش که ایشون اگر خیلی ها فکر بگنه که ایشون صفحه اینستاگرام داره، چون یه صفحه اینستاگرام بود بیش از 1,000,000 نفر فالوور، تبلیغات توش گذاشته میشد، همه فکر کنن که این صفحه انجلینا جولیه، ولی انجلینا جولی هیچ وقت صفحه اینستاگرام نداشته. کسی براش نه اصلا ما طرفدارش بوده، جزء طرفدارش بوده که عکسای مختلف میذاشتن و طرف هم که مثلا تبلیغ میکرد و اینا خودش پولشو برمیداشته و همه فکر کردن که او انجلینا جولی امروز یه تبلیغ گذاشت ورداش من درباره قرص گذاشته، قرص دورم کاهش و وزن گذاشته، این گذاشته، ولی مال خودش نبوده. برای اولین بار انجلینا جولی تصمیم میگیره یک صفحه اینستاگرام باز کنه. آفرین. که دلیلش هم عنوان میکنه، میگه من اینستاگرام نداشتم،
تنها دلیلی که این کار رو انجام میدم چون زنان افغانستان نمیتونن ارتباط برقرار کنن با بیرون، برای همین من نامه ای از یک دختر افغان که برای من فرستاده رو، این نامه رو در این صفحه میذارم و این صفحه اینستاگرام رو باز میکنم تا صدای زنان افغانستان و صدای زنانی باشم که نیاز دارن که حرفاشون گفته بشه. و ایشون این صفحه رو باز کرده که این صفحه، خب صفحه قبلی که فن پیس بوده 9 میلیون دلار فالوور داشته، ولی این صفحه داره با سرعت فالوورش زیاد میشه. با دو تا پست گذاشته، یه پست درباره دیسپلیسد گذاشته که در رابطه با همین رفیوجی ها هستش، و یکی هم اون دامه دختر افغان رو گذاشته و خودش هم 3 نفر بیشتر فالو نمیکنه، 3 گروه رو. یکی NAACP هستش که مال سیویل رایته، دیگری مال Doctors Without Borders که مال دکتران بدون مرزه، و دیگری هم در رابطه با این رفیوجی ها هستش که این 3 گروه رو فقط فالو میکنه. برای همین کسانی که دوست دارن برن و صفحه انجلینا جولی رو فالو کنن، این صفحه اصلی انجلینا جولی است. یادم ما که در مورد لخت شدن صحبت کنی، یک برنامه هست در مورد لختی اینا صحبت کردی. یاد یه برنامه افتادم، یه برنامه هست اینجا به نام پارادایس، شما میبینین برنامه؟ خیر نبین. پارادایس نشون میده که یک جای خیلی زیبایی، یه دختر و پسر رو میبرن اونجا، با هم آشنا میشن، بعد در این آشنایی که یه چند ماهی طول میکشه بعضی عاشق میشن، بعضی با هم دوست میشن و بالاخره آخر سر اینا بله. میرن، حالا اگه دوستیشون ادامه پیدا کرد شاید ازدواج کنن، وگرنه اگر که بعد از یکی دو سال دوستیشون به هم خورد دوباره برمیگردن توی این شو پارادایس. یه شو در این شو، خانم ها آقایون توجه بفرمایید، شما که خیلی دقیق همه چیو نگاه میکنید ناراحت میشید اگه اینقدر تن کسی پیداست، یک آقایی هست که از روز اولی که وارد شده لخت مادرزاد میگه من اینجوری دنیا اومدم و دوست دارم که اینجوری هم باشم، اگر کسی منو دوست داره گفته من اینجوری دوست دارم، منو دوست داشته باشه، هر کی دوست داره، من همینم. هر دفعه ایشون از شو بیرون میکنه چون کسی حاضر نیست با یه کسی بره که خب همیشه لخت. خب آخه ولی میتونه بفهمه که دوستش داره یا نداره دیگه طرفو. ولی خیلی ها خدم بعد خیلی، ولی اینجا کسی ایراد نمیگیره البته، برای اینکه البته من آزادی تا این حد رو هم قبول ندارم، دوست ندارم، هر چیزی باید اندازه داشته باشه، ولی همون که گفتم قفس گذاشتن خیلی بده، وقتی شما میرید توی قفس خیلی میل به پرواز دارید، یادتون باشه. بفرمایید راجب این واکسن قلابی گفتیم، علی یادت باشه که در اینجا در امریکا کسایی که واکسن نزدن و میخواستن سوار هواپیما بشن یا جاهایی برن که باید نشون میدادن که کارت که واکسن زدن، کارتای تقلبی درست شد متاسفانه. که این کارتا رو یک گروهی درست کردن که به مبلغ $100 چیپ $100 فروختن و اینها با این کارتا رفتن یا کنسرت یا رفتن تو هواپیما سوار شدن و خوشبختانه این گروه رو پیدا کردن و کسایی که این کارتا رو خریده بودن هم پیدا کردن و جریمش هم $5,000 برای کسایی بود که این کارتا رو خریده بودن. حالا اونایی که دیگه فروخته بودن اونا دیگه فبه، اونا حالا تا برن کورت پیداشون کنن، پیداشون کردن، پیدا کردن، بله. پیدا کردن. حالا تا به کورت برسن و تا ببینیم که خدا چه به روزشون میاره. ولی من نمیدونم برای چی آدم باید یه واکسن رو نزنه، یا اگر قبول ندارید نمیزنید برای چی باید با جون کسی برید بازی کنید که برید یه کارت رو $100 بخرید بعد بخواید حالا $5,000 بابتش بدید. من بودم والا $20,000 جریمه‌شون می‌کردم. درسته، چون با جون کسی داریم بازی می‌کنیم. بله 100% هم میتونه. That's not nice. 100% هم میتونه. خب گفتید داستان رو، خب خیلی خبر دارن در رابطه با این اتفاقی در یوتا اتفاق افتاد. در یکی از شهرهای یوتا یک
محلی هستش که شما میرید برای تولد و مهمونی و اینا، بعد این حیوانات رو دارن پشت شیشه و این چیزا، شما میرید اونجا حیوانات رو میبینید و اینا، خیلی قشنگ. مثلا طرف تمساح دارن اونجا، تمساح اونجا داره واسه خودش مثلا، ولی پشت شیشه، پشت شیشه هست دیگه، بچه ها پشت شیشه هستن اینجا و تمساح مثلا یه آب کمیه و بعد طرف هم نشون میده مثلا اون که داره تیمش میکنه یا نگهداریش میکنه، مربی هم اونجا هستش و به بچه ها نشون میده. این خانم مربی داشته به این تمساح درس میگفته مثلا نگاه کنین بچه های عزیز، بچه های خوب نگاه کنین. مگه تمساح پشت شیشه نبوده؟ چرا، یه مربیش که اونجا بوده دیگه، تو بوده؟ تو بیشش بوده دیگه. آره تمساح همینطور که اینجوری هرشه حرف میزد و اینجوری دستینه میگیره، دستینه میگیره. تمساح کارش اینه که وقتی که میخواد شما رو بکشونه، نه میچرخه، وقتی میچرخه شما رو ملق بزنید دیگه، باش میچرخه. ایشون اینو میخواد میچرخه و دختر خانم مجبور میشه، دخترم بوده، مجبور میشه بره تو آب باهاش، بره تو همون یارو قسمتی که قسمت آبه. آره یه حوزچه ماننده میره تو آب اونجا و خب اگر که کسی نبوده 100% خورده بوده، خورده بوده یا یه کار باش میکرد یه حتما. بعد یکی از پدرها که اونجا بوده سریع تصمیم میگیره میپره روی تمساحه، از یه بغل، از بغل اونم میپره روی تمساحه و شروع میکنه تمساحه رو سفت گرفتن و دست میکشه که دهن تمساحه رو باز کنه. عجب باری کلا بهش. آره با پدره باری کلا داشت. برادر من نبوده بگیم. نه نبوده، نه من و برادر دیگه بودیم تو رستوران داشتیم غذا میخوردیم، وای نسته بودیم اینو بخورید ما الان بر میگردیم. پر این خونسه نجات پیدا میکنه این خانم، نجات پیدا میکنه و بعد این خانم به آقای میگه که شما صبر کن، صفر بگیرش، برو روش، بیشتر خودت رو روش قرار بده و بعد از چیز بیا بیرون، از این حوضچه بپر بیرون، که این آقا هم همین کار رو انجام میده و میپر بیرون. ولی بچه هایی که دارن این تصویر نگاه میکنن، بزرگ به خدا ریخت. آره بچه هایی که دارن این تصویر نگاه میکنن واقعا وحشتناکه، واقعا وحشتناک بودش، تصویر خیلی بدی بود. اصلا یعنی چی؟ برای چی؟ اصلا این خانم باید زمانی که بچه ها اونجا در باره صدام صحبت کردم و امروز اینجا هستید، من حساسیت پیدا کردم و این سالی یه بار یا دو بار سراغ من میاد، امروز هم ببخشید اگه یه خود صدام. ولی من میگم آدم باید، به نظر من باید تصمیم بگیرن زمانی که بچه ها دارن میان این حیوان ها رو ببینن، دیگه کسی نره بغل اون حیوان وایسه که یه وقت همچین اتفاقی بیفته، میدونی؟ بله. چون خیلی تأثیر میذاره رو بچه ها. ببینید مسئله وجود، مسئله یه که شما باید توجه داشته باشید، بعضی از حیوانات هر چقدر که شما فکر میکنید که میتونید اونها رو آرامش اهلیشون بکنید، به هیچ عنوان اینا توی این فضا نمیرن و نیستن و اینو باید کم کم مشخص کرد. ببین یه چیز جالبی درباره مثلا خرس. بله ما به بچه هامون از کودکی بهشون این عروسک های خرس رو میدیم و این خرس ها تدی بر به قول معروف، اینا برای بچه ها بیشتر از هر چیزی اون تدی بر رو دوست دارن، ولی تو این فکرشون نیست که این تدی بر یک حیوان پریدتر، یک حیوان درنده است و و زمانی پیش میاد که رفته رفته باز واقعیت زندگی رو برو میشید. تمساح هم جزء همون حیواناته. میگفتن یه بار گفتم واسه این دوستی خالی خرسه دلیلش نستش، چون دوستیشم همچین طبیعی نیسته، چون یه دونه دست میکشه تموم بده. آره میگفتن چرت همونه دیگه، منظورشون خرسه هست. به خاطر اینکه ما در کالیفرنیا باران نداریم. بله. باران خبری نیست، بود ولی چند روز پیش صبح زود اومد برای 7 دقیقه 4 تا دونه. آره. تمام ماشینا رو کثیف کرد، بسیار خشکی زیاد. یادتون باشه وقتی خشک میشه همه جا، حالا بجز اینکه آتش سوزی هست و مراقب باشید، کسایی که اسپشیالی سیگار میکشن
متاسفانه توی ماشین و من دیدم که وقتی سیگار میکشن پنجره رو باز میکنن تلقی میندازن بیرون که باعث آتش سوزی هم هست. نکنید. تو رو خدا این کار نکنید. نکن. یه لیوان آب بذارید تو ماشینتون، سیگارتون رو بندازیتون. این یکی، چون آتش سوزی تو رو خدا خیلی بده. بله. هم باعث این میشه که مردم خونه زندگیشون از بین میره، هم خیلی حیوانات هستن که زندگی میکنن تو این جنگلا، اونا میسوزن و از بین میرن. اما خبر بدتر اینه که یادتون باشه ما اینجا مار خیلی زیاد داریم. بله. به خاطر خشکسالی مارها تشنه هستن. یادتون باشه بالاخره حیوانام آب لازم دارن دیگه. بله. و به خاطر همین از بالا اومدن پایین. به لس آنجلس داره میگه. بله. بله. الان در و جای گرم سیر الان جایی که گرم شده. بله. گرم هم هست. بله. گرم هم هست. آب هم نیست. دنبال آره. آب میگردن. آره. این پیروز داشت اعلام میکرد که به خاطر آب آمدن پایین خیلی مراقب باشید. خیلی جاهایی که فکر نمی کنید مار اومده، مثلا پشت یه دونه صندلی که بیرون مردم میشینن بغل استخر خونشون، مارای بزرگ نه مارای کوچیک. بله. چون مارای کوچیک خیلی هست اینجا. بله. مثلا مار بزرگ الان مارای خیلی بزرگ هستن از اون مارای اومدن بزرگ. پایین لطفاً مراقب باشید، بچه های کوچیک رو بیرون نذارید. نمیدونم باید چی کار کرد با مار بزرگ. این یه چی دیگه توی فقط هم کالیفرنیا تو سیدنی دیدیم دیگه، اون خانم هلینا، حالا شانسی ایشون کارش نجات حیوانات وحشی و به خصوص مار و اینا بوده. این خانم میره تو خاربار فروشیش آره. تو سیدنی میره تو خاربار فروشی و داشته خرید میکرده داشته خرید میکرده میگه چرخیدم تو بخش ادویه‌جات دیدم ماره چند سانتی من بوده، یعنی درست بگو با من 20 سانتی دورا فاصله داشتش. 20 سانت چقدر میشه؟ آره. 20 سانت. بعد خلاصه میگو تو چشم من نگاه میکرد، من تو چشم اون نگاه میکردم، گفت ماره مثل اینکه میگفت تو رو خود من نجات بده از اینجا. حالا اون احساسی کرده تون تو این کار بوده و تا حالا 20 تا مارم نجات داده بوده و از یه حرفا برده، ولی میگفت مارم تو نگاه میکرده و خود ایشون برگشته اومده به مغازه دار گفته که ببین الان تو پشت ادویا بوده، مثل قبلا هم اینجا بوده، ولی خب از صبح اینجا بوده ولی مشتریات نفهمیدن یا داشته استراحت میکرده. الان خیلی مار بدی هم آره، مار پایتون بوده آره، ولی گزنده نبوده. بعد خلاصه مارم دیدی اونجا سیخی طوری شده آره. بعد خلاصه میگن من برمیگردم میره خونه، یک کیسه مارگیری داشته، کیسه هر خود خانومه میاره و ماره رو تو کیسه میکنن و میبره بیرون تو جنگل و اونجا ول میکنن بارا. بعد ماره دستش تکون میده، تشکر کرده آره دیگه تنکیو که نجات آره. یاد باشه خب اونا هم بالاخره زندگیشون اونجوری دوست داره آره. چجوری به اونجا رسیده خدا میدونه، چجوری شده رفته توی مغازه. میگن که اینا هم حالت خزیده و بعد ایران دوست دارن که برن بالای سقف چون هوا گرم نیستش اونجا، یه خودم چیزه و بعد از اون بالا نرم خود خزیده اومده پایین و بعد رفته پشت این خزیده آره. چه لغت جالبی آره. مدت ما خزیده آره. بعد اومده پایین و همچین در واقع اون پشت ادویه‌جات قایم شده بوده، خزیده خزیده بله. خیلی جالب بود خزیده آه. داشتم نگاه خزینه نه خزیده چی؟ خزینه نه خزینه آره. یعنی حمام باری کرده نه باری کرده بله آه. چی فکر کردی؟ باری کرده یک عکسی رو نگاه میکردم دیدم که نشون میده که آسفالت خیابان رو آبی کردن آره. من خیلی دوست داشتم، خیلی قشنگ بود. دلیلش رو دیدم که میگن که به خاطر اینکه حرارت رو میگیره، یعنی گرما رو میگیره. بله. در اصل بله. شما دوست نداشتی اونو؟ نه به نظر من راننده حواسش پرت میشه. چرا؟ خب برای اینکه وقتی شما نگاه میکنی این تو آبی اذیت میکنه چشم رو؟ آره ببین مثلا من بازی فوتبال آمریکایی رو خیلی دوست دارم و بهش خیلی علاقه مند هستم و تیمای کالجی یه تیم هستش که بویزی اگر اشتباه نکنم اینا که مال شهر بویزی های دهوه، بعد اینا زمینشون آبیه. آها وقتی بازی میکنن چون ناراحت به جای سبز آبیه، به جای چمن آبیه و من فکر کنم هر که تیمی اونجا بازی میکنه
دیوانه میشه چون این زمینه فرق میکنه دیگه میتونه اینم باشه ولی زمین چمنه رو آبی کردن. عضو یوتیوب تپش شوید تا از تازه ترین ویدیوها، برنامه ها، مصاحبه ها و میوزیک ویدیوها با خبر شوید و به صورت HD تماشاگر آنها باشید. تپش. کانادا الان کشوریه که همه در موردش صحبت میکنن. کانادا کشور بسیار خوبیه از همه لحاظ و خدا رو شکر که ما دوستانی داریم که در مورد کانادا بسیار میدونن، در مورد قانون کانادا خیلی میدونن و خوشحالیم که خیلی کسا از دوستان ما با این گروهی که در کانادا هستن تماس گرفتن و خوشحالن که گروهی هستن که اینقدر حوصله دارن، با حوصله جواب مردم رو میدن و امیدواریم که تمام کسایی که تماس گرفتن روزی ما اونها رو ببینیم و بایشون صحبت کنیم در مورد خانم‌های نامور. بله. خب اگر که می‌بینید ویدیو خانم یه مقدار امروز بیشتر اطلاعات دارن چون یکی از آشنایان خودشون هم بازم دوباره آشنایی از طریق Coming Capital International Immigration Services یا نامور ایمیگریشن دارن به کانادا میان تا در کانادا اقامت داشته باشن. وقتی صحبت از این عزیزان میکنیم خانم فریبا و خانم آزاده نامور رو بعد ازشون بگم، دو عزیزی که در نامور ایمیگریشن یا همون Capital International Immigration Services مشغول هستن، بیش از 16 سال سابقه کار دارن در کار ایمیگریشن در دو شهر اتاوا و تورنتو هستن و اینقدر آگاهیشون زیاده که من مطمئن هستم هر کسی که با اینها تماس بگرفته و با ما به ما گفتن بسیار خوشحال هستم. میدونم همه شماها دوست دارید یک کشور دومی رو انتخاب کنید برای اقامت و به خاطر اینکه بتونید پاسپورت اون کشور رو داشته باشید. تعارف نیست، واقعیت. خوشحالم هستیم که ایران هم جزو کشورهایی است که بارها گفتم دول سیتیزنشیپ یا دو سیتیزنشیپ رو قبول داره. برای همین خب پاسپورت ایرانی، پاسپورت کانادایی، دو تا پاسپورت رو در کنار هم میتونید داشته باشید. چه از لحاظ سرمایه گذاری میتونید صاحب این پاسپورت بشید، چه برای تحصیلات کسی که میخوام برای تحصیلات برن. و مطمئنا اینو توجه داشته باشید که کسانی که برای ادامه تحصیل میرن به کانادا، خود دولت کانادا هم زیر ذره بین دارتشون، چرا که دوست داره این انسانهایی که آگاه هستن، انسانهایی که به هر صورت از نبوغ خاصی برخوردار هستن هم پاسپورت کانادایی داشته باشن. و از طرف دیگه کسانی که با استارتاپ، با یک ایده، با یک طرح میخوان برن به کانادا، همه اینها تو صحبتایی که من با خانم نامور میکنم که من حتما پیشنهاد میکنم این گفتگوها رو توجه بکنید، نه یک بار، چند بار ببینید. بله. چون هر بار در رابطه به سوالاتی که شما میپرسید یا از ما یا از خودشون میپرسید و ایشون میان بدون هیچ چشم داشتید این اطلاعات رو در اختیار شما قرار میده و عنوان میکنه که شما با نگاه بازتر، با فکر بازتر باهاشون تماس بگیرید و ازشون بخواید که کارهای شما رو به عهده بگیرن. چقدر با حوصله جواب میدن، چقدر زیبا میشینن پای صحبت مردم. بله. و همه همکارانشون. بله. همه من دوست دارم که صحبت کردن. شما وقتی که مثلا میخواید از یک شرکتی خریداری بکنید مثل آمازون، میرید ریویوها رو نگاه میکنید، میرید ستاره های اون جنس رو نگاه میکنید. خوشبختانه اینها هم همون حالت رو دارن، اینها هم ریویوهاشون، نظراتی که دربارشون داده شده همه مثبت بوده و خوشحال هستیم که میتونیم این دوستان رو به شما معرفی کنیم. تماس بگیر باشون، با خودشون و با همکارانشون که بسیار به کارشون وارد هستن، مسائل خودتون رو در اختیارشون قرار بدید، باشون مشارکت کنید در رابطه با این مسائل. مطمئنن اگر که بخواید به کانادا سفر کنید انتخاب درستی هستن. نامبر ایمیگریشن یادتون نره. نامور، نام آشنای شما در زمینه مهاجرت و سرمایه گذاری کانادا. دریافت ویزای تحصیلی، تجاری،
اسپانسرشیپ همسر و والدین و مهاجرت از طریق استارتاپ کپیتال اینترنشنال ایمیگریشن با بیش از 15 سال سابقه کار مدافع و ضامن قبولی پرونده شما. برای ساختن آینده ایدئال خود همین حالا با تیم متخصص ما تماس حاصل فرمایید. بریم سراغ یک چالش جدید. وای این چه، من نمیدونم، مردم بیکارن به خدا، هر دقیقه یک چالش داره. نمیدونم قبلنا بود، نمیدونم تو آب میافتادن، نمیدونم چی کار میکردن، آب میریختن سرشون، اون نه، اون برای یه مریضی، اون مریضی، آره رسم. اون یه چیز دیگه بود. حالا این چالش، چالش جعبه های نوشاب است. جعبه های نوشاب است، آره. مال شیر، مال شیره، مال مختلف هم هستش، آره. پپسی و اینا هم قیبت توش میذارن از اون بطری، یا آره. مال اون است. این جعبه ها رو بعد میذارن رو هم دیگه، مثل طبقه طبقه، مثل پله درستش میکنن، یه پله، دو پله، سه پله، چهار پله، پنج پله، بعد دوباره چهار، سه، دو، تا شیش پله ایش هم من دیدم. یعنی اینجوری میشه؟ آره اینجوری میشه، اینا رو میچینن اینطوری بغل هم دیگه. خب تو شما باید از اینجا بری بالا، از اون بالا بیای پایین. و بعد این چالش شوخی بردارم نیست. اوکی. بله شوخی بردار نیست، یعنی اکثر کسی که بیرن بالا فکر کنن کار ساده ایه، ولی متاسفانه غلط نیست. خیلی بد خورد، این داغون میکنه، یعنی میترکی وقتی میخوری زمین. آخه این تو دیوانگیه بابا، این آره. چیه؟ میترکی با صورت، با کمر، اون هم که اونجا ازش اونها سفته دیگه، روی یکی از رو بده آخه این بازم. این حالا مثلا نخورده بود، نه خورد زمینی، بعد خورد زمینه این زمین، اینا یکی پس از دیگه داره همینطور میخورن زمین. بسید دو ستشو با هم دیگه نگاه کنیم بعد برگرد. یکی بخوام بهتون نشون بدم، اینا دوبلن با هم دیگه، یعنی حالت دوتایی هستن، دبل 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 تیسته. اینا دوتایی با هم دیگه از دو طرف میان بالا، بعد اون بالا که میرسن با هم به هم دیگه بچرخن، این از این ور بره پایین، اونم از اون ور بره پایین. با هم بالا رسیدن، اما پایین نمیرسن. بله همه اینا فقط یه نفرشون آره، یه نفر که میخوام بهتون نشون بدم، این خیلی راحت میره بالا، اون بالای بالا که رسید از تو کیفش، از تو ساک دستیش یه سیگار بله آره، اونو برمی داره، در میاره، میپیچونه با کاغذ زیگزاگ، میچه میپیچونه، بعد بله بعد اونو میذاره دهنش، از پله ها نرمه میاد پایین، و بعد اونجا داد میزنن که آقا یکی بهش فندک بده. فندک میده که حالش خوب شه، با سیگارم میشه. اما خب نگاه کنیم، We'll be right back.
خوب دیگه. این بلکه آخه... نفهمیده چجوری رفته باشه. نه وقتی داره میاد پایین زده میزنه. قبلش هم بزنه. مثل قبلش هم قوی شده. نفهمیده چجوری رفته بالا. چجوری اومده. خلاصه من نمیفهم چطوری به این فکرها میفتن. یعنی ببینین اینجا وقتی آدم ها بیکار میشن از هم ایراد نمیگیرن. آره. دنبال این نیستن که ایراد بگیرن به پر و پای هم دیگه بپیچن. اینجا میرن یه کاری بکنن که فان داشته باشن. یکم بخندن. یه بازیایی درست کنن که سرشون گرم شه. یاد بگیریم یه ذره. مثلا اون خانوما که داره شیشه رو مثلا داره شیشه رو تمیز میکنه. این کارا رو هم میشه کرد. هیچ ایرادی هم نداره. نگاه کن. حالا یه آقایی هم اونم با اون وزنش ببین آره. دیگه نمیشه جلو خودشو بگیره. بعضی هستن که دیدین شیشه رو پاک میکنن ولی آدم عصبانی میشه. حالا اینم نگاه کنین. بذاریم در رابطه با یه ماشین صحبت کنیم که خیلی اسم شکیل اونی رو باش آشنایی دارم. بله شکیل اونی قهرمان بسکتبال آمریکا که خیلی ها با تیم لیکرز و به خاطر قهرمانی هایی که او در تیم لیکرز و میامی هیت به دست آورده باش آشنایی دارن. مرد 7'1" 7'2" فیتی که بالای 2 متر خورده قدشه ماشالله. پاهاش اینقدره کلوفتیش؟ پا... نه پایش آه سایز پاش بس. کفشش کفشش آره پاش اینقدر که نمیشه دیگه. آخه من بغلش وایستادم دست من منم همینطور از ب... پاش اصلا شما تا کجاش بودی وقتی چرخیده؟ چون من وایستادم نمیشه چون من وایستادم من وایستادم درست اینجاش بودم ب... علی باور نمی کنیم من وایستاده بودم من چرخیدم سرم اینجاش بود من اصلا بالای سرم حواسم نبود منتظر ماشینم بودم چشم داشت شکمشو می دیدم بعد من دارن عکس می گیرن مثلا متوجه نشدم اول بعد سرم شد پاشو دیدم از پاش گفتم اصلا یا اول ترسیدم گفتم این قوله کیه بغل من وایستاده بعد نگاه کردم او مای گاد شکل اینه که یه ماشین اومد دیدم که ماشین صندلی پشتش رو برداشته بودن که این جا بشه توش آره. بعد اونجا فهمیدم که چرا دارن عکس میگیرن بله. ولی واقعا اولا خودش خوب نگه داشته اسمش رو خوب نگه داشته محبوبیتش رو حفظ کرده حالا هم براش یه ماشین ساختن که به این ماشین اسمش از شک موبیل بعد یه جوری بسن که جا بشه آره. واقعا جا نمیشه تو ماشین درست این ماشین از کمپانی آندرگراند آتو این ماشین رو درست کرده کنار ماشین یه سری اسپیکر گذاشتن که وقتی طرف برادر میرونه این برادر ما وقتی میرونتش موزیک قوی پخش بشه که اون آدیو رو هم یو اس ای یونیورسال سولوشن براش هدیه داده چرخاش رو بی دی ویلز درست کرده که نگاه بکنی چرخا از یک حس و حال خوشگلیه و بعد الکترونیک ماشین رو استینگر الکترونیکس ساخته اینا دست به دست هم دادن این ماشین رو درست کردن برای آقای شک که اسم ماشین باشه شک موبیل یعنی هر چیزی از یک کمپانی دیفرنت این چهار تا کمپانی در کنار هم دیگه این ماشین رو ساختن بسیارم زیبا یعنی زیبا که نگاهش بکنی خب ماشین راحتیه دیگه مثل ماهاری مانند و اونجوری هست خب ولی آره. من سوالم اینه که خب اینو برای این ساختم ولی ماشین دیگه ای که از اینا بیرون میفاد چه چیز جاست خود شکل جون حالش رو ببر دیگه آها بهش گفت داد آره بهش حالا ممکنه این یه خود برونه بعد بقیه هم بیان آقا ما هم از اینا میخوایم بعد برای اونها هم اینو بسازن آره فکر کردم که خب این اگه 4 تا کمپانی اومدن این کار کردن اینا ببین بی دلیل نیست دیگه نه خب الان بی دلیل آره دیگه همه چی البته الان خب ماشین که اصلا پیدا نمیشه قربونتونم کمبود ماشینه بله هر جا میخواییم بریم ماشین بخرین حالا باید اردر بدین شاید بیاد جدید ترین تبلیغ رو دیدم از تویوتا که این ماشین یوزد ماشین جدید منه این تبلیغ ماشین این ماشین دست دوم ماشین جدید منه و این تبلیغ بودش که تویوتا داشت تبلیغ میکرد
و برام جالب بود که یه همچین تبلیغی رو ندادن بیرون. بالاخره نیست، ماشین نیست، ماشین نیست. از این بعد خواهش میکنم دنبال موتور یا دوچرخه باشید، خیلی هم خوبه. بله خیلی خوبه. فیبه از این بعد دیگه داریم، مثلا پا میزنین. شما میتونی فکر کنی از منزلتون تا اینجا با دوچرخه بیای؟ میتونی یا میخوای؟ کدومی که میتونی. بله میتونی، معلومی که میتونی. حالا در این چند ساعت طول بکشه دیگه، ولی میتونی. مثلا یه خود میای بعد وای میسی یه غذایی میخوری. نه اگه دوچرخه مسابقه ای باشه خب میدونی اینا راحته، چون یه ذره که پا بزنی وقتی پا نزنی میاد دیگه. یه دوچرخه هم هست که خودش میره، یه خود پا میزنه بعد موتور داره، میزنیم بعد میره. مثل ماشین های هایبریده که یه خودش رو بنزینه، بقیهش خودش برقه میکشونتش. آره موتورا هست، موتورای گازی بود ایران. آره موتور موپدا. آره اونم خوبه. آره ولی تو فریوی با اونا نمیتونیم بری. نه دیگه وقتی ماشین نباشه دیگه مجبور. نه ولی کلا ماشین نباشه. آره. درسته دیگه، ماشین اگه نباشه یواش یواش همین چیزا میشه. عضو یوتیوب تپش شوید تا از تازه ترین ویدیوها، برنامه ها، مصاحبه ها و میوزیک ویدیوها با خبر شوید و به صورت HD تماشاگر آنها باشید. تپش. شما در مورد کانستراکشن میدونی؟ اصلا کانستراکشن بلدی؟ نگاه میکنم. بعضی از آقایون خیلی کارا رو بلد نیستن، مثلا در یه کاری بلد نیستن انجام بدن. مثلا میخو مثلا خوب طراحی بلدم، ولی طراحی آره، ولی کارهای اینجوری، کارهای هندیمنی و اینجوری بلد این چیزا به نه. نظر من آدم وقتی یه کاری رو بلد نیست نباید انجام بده. آره. مخصوصا کارهای کانستراکشن و این چیزا. من دو نفر میشناسم که این کارهای چیزو بلدن، معماری یا حالا هر چیزی اسمش میگن. تو تا از دوستانم رو میشتسم که هر خیلی خوبه یا داری مسخره میکنی؟ نه به خدا، یکی ستاره یکی مرتضی. آن بلدن هر دوتشون. خوب خوب اینجوری بلدن. یعنی دیوار ریخت روشون به خدا. آره. از این کارا نکنین. آره این کارا شوخ بچه. به نظر من آدم باید یه کاری بلد باشه انجام بده، بی فکری نمیشه. نه اینا کاری. واقعا خوب بلده، یعنی قشنگ مرتضی یه اتاقی خونه رو، یه دستشویی و حمام و همه رو میتونه خودش درست بکنه. من دیدم درست کرده، یا اتاق دیدم مثلا پا به پای چند نفری که آورده بود باهاشون قشنگ، خودش هم میگفت این اینجا، این اینجوری، این اینجوری. خب مثلا خیلی هر کسی در یه کاری، یا مثلا ستار عزیز، هر دو تاشون، این دو تا خیلی تو این کار واقعا وارد هستن. ولی گفتید تو یه چیزی که شما مثلا تو تلویزیون میبینید سعی نکنید که بگید آقا خب من چون اینو دیدم منم میتونم انجام بدم یا کار منم هستش. نه یه خانمی دیدم که نمیدونم دیده بود یا نه، که این آقای خوابیده بود، بعد میپرید آقای یه خود بالاتر میشست، باز یه خود دیگه باز بالاتر، باز خانم هم تو روش ایستاده بود، بعد باز دوباره آقای مزن میخوام. آره خیلی قشنگه، یه حالت خیلی جالبیه. خیلی هم این خانم طوری که این کارو انجام میده وقتی آدم نگاهش میکنه میگه خب کاری نداره دیگه، بسیار زیبا. بعد یه نفری گفته خب ما میتونیم بکنیم دیگه، وقتی اینا هستن اینجوری، یه خانم آقا هم با هم دیگه کاری کردن، اینم نگاه کنید. نکنید، وقتی بلد نیستید نکنید. به خدا نکنید. فملاکسی.com رو همه میشناسید، کارهای زیباشون رو باش آشنایی دارید. من همیشه گفتم اگر میخواید هدیه ای بدید یا چیزی برای خودتون بخرید، زیورالاتی از A تا Z، این حرف من هست، اصولا سری بزنید به فملاکسی.com و نگاه کنید و ببینید چقدر چیزای قشنگی دارن. خیلی ها صحبت از این میکنن که قول داده بودید که مثل اینکه قرار تاچهای قشنگی رو که قول دادین کی قرار به بازار عرضه بشه و کی قرار من فکر کنم به زودی، به خاطر اینکه توجه داشته باشید دلیل همین کووید خیلی از مسائل رو عقب انداخته. ولی من میدونم که این کمپینش آماده داره میشه و فکر کنم به زودی دیگه راهی بازار بشه دیگه. راست ما که همیشه این در دستمون هست، از دستمون هم دور نمیشه، خیلی هم دوستش دارم. شما هم نگاه کنید اگر دوست دارید کادو بدید یا برای خودتون
زیورالات قشنگی بخرید، باز هم میگم famlaxy.com رو فراموش نکنید. باید یه چیزی رو بهتون بگم علی جان، الان میدونی که سوشال سکیوریتی آفیس بسته است. شما زمانی که اقدام میکنید برای سوشال سکیوریتی بنفیت، مدیکر یا SSI دیسیبیلیتی یا SSI، از شما میخوان که پاسپورتتون رو بفرستید براشون یا ورقه های سیتیزنیتون رو بفرستید. من خواهشی که ازتون دارم این کار رو نکنید، بایشون چونه بزنید و بهشون بگید که بهتون وقت بدن و برید دم سوشال سکیوریتی آفیس و این رو اونجا نشون بدید و پس بگیرید. چون خیلی ها رو من دیدم که این کار رو کردن، به 65 سال رسیدن و پاسپورتشون رو برای proof of age، یعنی که سنشون 65 شده رو، پاسپورت رو فرستادن و دیگه پاسپورت به دستشون نرسیده. پاسپورت گم شده، ورقه های سیتیزنی گم شده. خواهش میکنم بهشون بگید و این رو بهشون بگید که خیلی از دوستای ما پاسپورتاشون گم شده، ورقه های سیتیزنیشون گم شده. چون ورقه سیتیزنی که گم بشه که دیگه اصلا شما هرگز به دستتون نخواهد رسید، نمیتونید دوباره اپلای کنید. خیلی کار سخته. به هیچ وجه پست نکنید. بله. این چونه رو بایشون بزنید، فوشم بدن بهشون یا مثلا استار کردن. خواهش میکنم ازشون خواهش کنید که یه اپوینتمنت بهتون بدن و برید دم در سوشال سکیوریتی و اینا رو بهشون بدید، کاپی بگیرن و پس بگیرن. باش بسیارم آره. بذارید درباره یه خانم با تو صحبت کنم، خانم پانتا نقیبی. پانتا نقیبی این جز خوشحال بحثای افتخارات ما ایرانی هست در خارج از کشور. ایشون منیجر امازون فرش هستن. یعنی کسانی که با اسم امازون فرش آشنایی دارن، امازون فرش یک شرکتی که با امازون که میدونید کجاست، حالا اینا اومدن یک فروشگاه‌های درست کرده که فروشگاه‌های اسمارته، یعنی فروشگاه‌های هوشمنده. شما دیگه لازم نیست که برید جنس رو اونجا بخرید، برید وایسید پولش رو بدید. نه، این کارت رو که حرکت میکنید، این چرخ رو که حرکت میدید، هر جنسی که میذارید توش خودش اسکن میکنه و از کردیت کارتی که توی امازونتون قبلا گذاشتید کم میشه. و ایشون منیجمنت این کمپانی رو داره. اوکی؟ که میدونید امازون فرش بالای 10,000 تا کارمند دارن. 10,000 تا کارمند، به اضافه این که خب 17 امازون فرش باز شدش و ایشون اعلام کردن که این 17 هم باز شده و در گشایش 17 ایشون هم اونجا بودن. خودشون در سیاتل واشنگتن هستن، ایالت واشنگتن، شهر سیاتل. و خوشحال بود وقتی دربارش خوندم، برام جالب بود که خانم ایرانی که در چنین موقعیت و در مکانی هستش برام خوشحال کننده بود. برای منم تصمیم گرفتم که در رابطه با ایشون با شما صحبت بکنم. خیلی خوب، چون همش خبرای بد که نباید باشه دیگه، خبرای خوبم باشه. بله حتما. درباره صدای بندم که گفتم که این صدای من پست نیزال دریب یا این حساسیت هستش، خب انشالله که همینم باشه دیگه تموم بشه بره. با اسم ول کیلمر همه آشنایی داره، یکی از هنرمندان خوشتیپ خوشقیافه هالیوود بود. بله. ایشون متاسفانه کانسر گلو گرفتش. ایوه. بله. در سال 2017 اعلام کردن که ایشون کانسر گلو داره. اوکی؟ و به خاطر همین ایشون رو تستش کردن و بعد شروع کردن با ایشون یک سری آزمایشات انجام دادن که یکی از کارها تراکتومی هستش. با این کار ایشون کانسرش خوب شد، اما متاسفانه تارهای صوتی ایشون موقعیتی پیدا کرد که دیگه صحبت کردن برای ایشون سخت شد، راحت نمیتونه صحبت کنه و خیلی از اطرافیانش خودش میگه که اطرافیان من حرفای من رو یا صحبت من متوجه نمیشدن که چی هستش. اما تکنولوژی
باز دوباره اینجا تکنولوژی هستش. کمپانی به نام سونانتک اومد و یک سیستمی رو درست کردن، از صداهای ول کیلمر گرفتن، جای مختلفی که صحبت کرده، لغت‌های مختلفی که حرف زده، حرفاش رو اینا رو گرفتن، اینا رو همه رو ریختن توی این سافتور. این سافتور چیکار کردش؟ این سافتور اومد صدای خود ول کیلمر رو ورداشت، لغتی هم که شما میخواستید هم ورداشت، نوع تلفظ ایشون هم ورداشت داشت. اینا رو همه رو با هم دیگه تو این سافتور قاطی کردن و بعد دیگه الان ول کیلمر میتونه با این سافتور صحبت بکنه و شما متوجهش بشید. واو. و درست همون صدای قبلیشه و برای همین هم برای طرفدارانش و برای دنیا اومد این کمپانی رو تبلیغ کرد و با صدای خودش این پیام رو هم گفت و یه پیامی فرستاد که همه بدونن در رابطه با این معجزه‌ای به نام ال و این کمپانی که این حرکت رو انجام داده. ول کیلمر. دوست دارم در پایان برنامه به شما یه رقص نشون بدم. ببین رقص نوع مختلف داره و یه رقصی هستش که خب خیلی به نام بریک دنس بهش میگن، ولی بریک دنس نیستش، در واقع بریکینگه. یعنی این دیگه بریکینگ و لاکینگه، یعنی وقتی شما تو حرکت میست وای میسونیش، این لاک کردنه، بهش میگن لاکینگ. بریکینگ و لاکینگ، این یه استایل رقصه که دوست دارم شما این بخش همین خیلی کوتاه رو نگاه بکنید، قشنگ نگاه کنید، در برنامه بعدی رقص های بیشتری هم از همین استایل، حالا هیپ هاپش یا نوع مختلفش براتون نشون بدیم. خیلی زیبا، خیلی قشنگ. واقعا تمرین کنید تا برنامه. آره نه، تمرین نکنید شما. تمرین نکنید. خب بابا کرم خیالمون راحت هستش. خیلی هم قشنگ رقص ایرانی. It's beautiful. خدا نگهدار. خدا نگهدار.